سیخام همه وزنا سنگین، یه دونه بزنی بیهوش میشی. این از این دیگه میرم ناز کباب، یه کباب مشتی خوشمزه تون، حالشو ببرید کنار رفیقاتون. بریم سراغ گوشتش، از گوشتش شروع بکنیم. گوشتش نیم کیلو گوشت گوساله دارم، از هر قسمتی میتونید استفاده کنید، ولی من شولدر گرفتم. اینم قلوه‌گاه لمفلپس هم بهش میگن، میتونید بگیرید و استفاده کنید. چربی زیادی نداره برای من. حالا کاری که میکنم به این صورت، چاقو رو آروم میندازم، میبینی، و اینو پاکش میکنم. چاقو رو فقط به استخون بزنید و جداش بکنید به این شکل. این کامل جدا میشه و بعد میتونم حتی گوشتای این وسط هم میتونم در بیارم، اما من این کارو انجام نمیدم. و ببینید این گوشتام در میاد به راحتی، اما اینا رو من نگه میدارم، میندازم داخل آب گوشت. این از این، اینو جدا میکنم و میندازم کنار. بریم سراغ ادویه ها. پاپریکا پادر داریم، پس مواد گوشتمون شد کلن 1 کیلو، 1 قاشق چایخوری و اینم 2 قاشق پاپریکا بهش اضافه میکنیم و پودر تخم گیشنیز 1 و اینم 1.5. اینم سبزی آویشن خوش شده است 1 2. اینم از این. حالا برای هر کیلو 13 گرم نمک میخواد، 12 گرم، حالا هر چی که دوست دارید. این از این 1 و 2. اینم 2.5 من بهش اضافه میکنم. 3 حبه سیر داریم و 1 دونه فلفل تند. فلفل میخوام فلفل تازه تند بهش بزنم. شما اگه نداشتید به اندازه نصف قاشق چای خوری فلفل قرمز بهش اضافه میکنید. سبزی جعفری به اندازه 1 مشت دست نیاز داریم و همچنین فلفل دلمه‌ای حتما قرمز باشه. میرم میز رو مرتب کنم، گوشتا رو بیخست کنم و برگردم. خب برای اینکه کارمون راحت تر بشه، گوشتا رو سعی میکنیم به تیکه های ریز درش بیاریم به این شکل. میبینید چربی خوبی هم داره، چربی خوشمزه ای هم داره و با گوشت گوساله معرکه میشه. اسم این کباب ناز کبابه. حالا بهتون یاد میدم، به خصوص کسایی که بلد نیستن کباب سیخ بگیرن، این خیلی سیخ گرفتنش راحته. این از این، اینا خورد شد، میام کنار. اما برای اینکه کارمون راحت تر بشه، هر چیزی رو که داریم خیلی راحت ریزش میکنیم و تو تمام قسمت ها جا میشه. اگر این چاقوامون هم نخریدید، یه تعداد کمی مونده، میتونید به وبسایت مراجعه کنید و این چاقو رو تهیه بکنید. چاقو خیلی خوبیه و کارایی خوبی هم داره، همه کار میشه باهاش کرد. اینم از فلفل میره کنار و پیاز. پیاز خیلی مهمه. قبل این که بخواید قیمه چی رو بکشید بیرون، قیمه چیه، بکشینش بیرون و باش کار بکنید، سعی کنید پیازتون رو ریز ریزش بکنید. خب این از پیاز. پیازم بعد تا جایی که جا داره ریزش میکنم. میام سراغ سبزی. این برای خرد کردن اولیه‌اش کمک به سزایی میکنه. سبزی را به همین شکل خردش میکنم و برای اینکه تو تمام قسمت‌ها پخش بشه. میام سراغ فلفل دلمه. فلفل دلمه حتما قرمز استفاده کنید. پیازم برای این دوتا پیاز تقریبا 200 گرم میشه، نیازی هم نیست آبشو بگیرید. نیاز به اسید پیاز داریم، چون این کباب متفاوته با کباب کوبیده، ما یه مقداری فرق میکنیم. خب حالا همه اینا رو ریز ریز میکنم و برمیگردم. خب حالا تو این مرحله همه چی رو با هم دیگه مخلوط میکنیم و به وسط جمع میکنیم. کارمون رو خیلی راحت تر کردش. حالا شما اگه اینم نداشتید تو خونه میتونید چیکار کنید؟ میتونید از ساتور معمولی استفاده کنید. حالا شروع میکنم من خرد کردن. اولم زیاد بهش گیر نمیدیم، اینم وزنش خیلی خوبه. شروع میکنم خرد کردن. داخل دستگاه نریزید، حتما ساتوریش بکنید.
از این داره آماده میشه کم کم. حالا فرق این با چرخ کردن چیه؟ چرخ که میکنی کباب لاستیکی میشه، اما تو این روش به هیچ عنوان کباب لاستیکی نمیشه، یه کباب مشتی ساتوری شده خوشمزه داریم. زمانی هم که برای حتی با ساتور خونگی هم بخوای وقت بذاری، زمانی که میبره نیم ساعته، ولی هم حال میکنید، هم فانه، هم جپ میزنید و هم کبابتون رو درست میکنید. حالا زمانی که این صاف شد به اون یه دستی که میخوام رسید، دیگه بهتون فیلم میگیرم و نشون میدم. این یه مقدار دیگه کار داره. خب کارمون دیگه با چاقومون تمومه. اینم از این پاکش کنم میام اینجا. من مزش کردم، یه مقداری نمک نیاز داره که بهش اضافه کنیم. خب اینم از این. البته شما خودتون میچشید و خوش نمک باید باشه. این از این. حالا شروع میکنیمش دیگه با دست ورز دادن تا اینا داخل هم بره و بعدش من الان اینو سیخ نمیگیرم، میبرم میذارم داخل یخچال 2 ساعت بمونه و خودشو بگیره و برمیگرده. خب یه مدل میتونید به این شکل درست بکنید، فقط لولش بکنید و روی سیخ بزنید. تیکه های انقدری میبینید، یه تیکه دیگه برمیدارم. الان هم میبینید عرق کرده توی یخچال داره شغلن، چون این مواد افزودنی زیاد داره ما بینش، احتمال ریختنش خیلی زیاده. به خاطر همین سعی بکنید که با دقت کار بکنید. آب دستم خیلی کم بهش بزنید، چون این کباب عینن پنبه میمونه. ببینید به این شکل اینجوری درش میارید، میبینید. حالا این وسط هم سلیقه‌ایه، میتونید یه دونه گوجه بزنید، میتونید هر چیزی که دوست داشتید، اما یه چیزی که دمای پختش با کبابمون یکی باشه. این از این. حالا اگه اثر انگشتم ننداختید بهش هیچ اشکالی نداره. برای هر نفرم میتونید 3 تا این تیکه ها درست بکنید، براش سرو بکنید، راحت بکشید. اما حالا کاری که من میخوام بکنم، میخوام مثل کباب کوبیده معمولی براتون بزنم و حالشو ببرید. این کبابم یه مقداری زمان میبره تا چربیش آب بشه، چون ما اینو چرخش نکردیم، که ما اینو کوبیدیمش. میبینید بعضی از تیکه های چربی داخلش درشته، مهم نیستش، اما حرارتمون رو زیاد نمیکنیم و بهش فرصت میدیم که به آرومی بپزه. این از این. این سیخان وزنش بالا تقریبا 170-180 گرمه. حالا همه رو سیخ میگیرم دیگه، میریم پای گاز و میریم برای مرحله پختنش. فقط چون این کباب مواد افزودنی زیادی داره داخلش، دقت بکنید تون تون کباب رو برگردونید. حرارت هم یه مقداری بیشتر از حد معمول باشه، برای اینکه میخوام کباب سریع خودش رو بگیره و سیخ نریزه. چربی اینم چون چرخ نشده، یه مقداری اشکش دیر در میاد، یعنی دیر شروع به ذوب شدن میکنه چربیش. به خاطر همین خیلی باید با دقت این سبک کبابو بپزید. اینا کبابایی هستن که ترکیبی هستن و حتما باید اون مهارت رو داشته باشید. تون تون برش گردونید، به هیچ جایی هم بر نمیخوره. میبینید داره تغییر رنگ، شما برمیگردونید، فیلم بردارمون هم برمیگردونه. ببینید سری رفت باشه فرمون. اونجا دیگه تریتوری من رفت باشه. خب این از این. 2 تا سیخم از این بردم به همسایه‌مون دادم که حالشو ببره. حالا وقتی که رنگ و بوی گرفت میام باقی کارو بهتون نشون میدم. ببین هم فیلم برداری میکنم براتون، هم کباب برمیگردونم. به به به، به این میگن کباب. نگاه کنی ناف کباب اینجوریه ها، این شکلی، این فرمی. جام برمیگردونم، خانمه هم داشت عکس میدنم. برو 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 تو کارش. این باید تون تون برگرده، همه جاش یک نواخت پخته بشه. به 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 به، سیخام همه وزنا سنگین، یه دونه بزنی بیهوش میشی. این از این دیگه. میرم برای کشیدنش، میریم سراغ کبابا. اینا هم دیگه آبدار باشه خیلی بهتره تا بخواید خشکش بکنیم. کباب آبدار چاره داره، ولی خوش چاره نداره. خب حالا بیام اینجا و شروع کنم اینا رو از سیخ کشیدن. اول گوجه. به 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 به، بعد به همسرم بگم واقعا دست درد نکنه عزیزم. خواهش میکنم. خب ببینیم کباب آبداره و
کاملا احساس میشه که یه کباب خوب و آبداره. تو این مدل که ساتوری میشه کباب نامبروانه، یعنی اصلا مزه و طعمش حرف نداره. همسایه همونم کباب خوره درجه ای که بهش دادم رخ کباب و دید صفا کردش. اینم از این. آقا این دیش تقدیم شما باد. من زیاد گوش نمیخورم، این حتی که آبم زیاد درست کردم اما نمیتونم. بذار من یه امتحان کوچی گوشت رو ببین. اینجا نگاه کنی ببین عینن پنبه داره جدا میشه. نگاه کنی عینن پنبه حسنی که این کباب داره دیگه مثل کباب کوبیده خودمون که با چرخ گوشت درست میکنیم حالت لاستیکی شکل به خودش نمیگیره. وقتی که همین تو دهن میذاری به قول معروف میگن آب شده، که تو دهن آب میشه، اینجوری باز میشه و طعمشو کاملا میتونید احساس بکنی. حالا راهش یه مقدار دیگه فلفل هم بهش بزنم اگه شما دوست داشتید، فلفل هم بزنید، زنجبیل هم دقت بکنید، یه تیکه انقدری برای یک کیلو یه بند انگوش بزنید. دوستتون دارم و به خدای بزرگ میسپارمتون. خدایا رو نگهدارتون.